باشه یه ساعت یه جلسه در ماه دیگه با یک جلسه در ماه موافق هستیم دوستان یا زیاده دو ماه یک بار من الان مثلا اول خرداد رو پیشنهاد می‌کنم تا اول خرداد ما اصلا گرفتاری‌ها اجازه نخواهد داد اولا تا من یه پیشنهاد دارم که همه چیزیم در این تو بهش که هیچی اصلا اول خرداد جمعه است فکر می‌کنم روز خرداد اول موافقم که اعلام شد من بیشتره یک خرداد هم کنم جلسات هم اصلا زیاد بیفته بعد یه آشان کم کنیم آن جلسات چرا پنج روز خور آقا حالا خیلی چیز همون روز مشخص رو پیدا کنیم من فکر میکنم از همین دارم نگاه میکنم اول خوردن میگفتن اردیبهشت 11 اردیبهشت از ازم چه فروردین اردیبهشت تقریبا دو ماه میشه فاصله دو ماهش میشه حدودا دو ماه میشه خوبه امروز هم آرزوی تولد آقای صابر نظرگاهی هم هست و تبریک بگیم آقای صابر تولد امروز رو فیکس کنیم بعد بریم سر مطلب شما یازده اردیبهشت همینجا اگر جایی بزرگتر میدونیم خیلی بزرگتره خب کجا هست آقای سعادت آبادیم سعادت خوب نزدیک به ما نزدیک البته خوب بود من خیلی راحت اومدم ببین ساعت هم نکشید اومدن من علامه جنوبیه آمریکا هر جور که دوستان هر جور که جناب از این من باید دفتیم یک نواز کچولی رو میدونم بزن میکنم ببخشم از این دوستمون را بفرمیم من کلم خواهی پیشنهاد خب برمیم همون چیزی که اول بحث که من وارد شدم راجبش داشتیم صحبت میکردیم راجب چه میدونم قوانین و علم ساز تار که ما یه چیز مطلقی نداریم که به اینه بگیم این درسته اصل اینه ما تحقیق کردیم این بود و همه هم قبول کردن پذیرفتن نه ما یه اندازه ثابت داریم شما رو اون سری کنید چیز کنید خودتون در واقع به اونجا برسیم نه منظور من متغیرهای تارو کم کرد بهتره خب منظور من همینه ببینید مثلا میام راجع به فیزیک صوت توی ساز میخواییم بحث بکنیم بعد راجب کانونا میخوایم صحبت بکنیم راجب باستاوا راجب تخلخل راجب چگالی چوب راجب مثلا استخون اینا منظورم اینا بعد مثلا میبینیم من راجب مثلا سیم و یه سری چیزایی دیگه به ذهنم یه چیزی رسیده عنوان میکنم میگن خب راجب این تحقیق نشده آره خوبه شما انجام بده اما تو شما اینم در نظر داشته باشی که فقط ما نیستیم ما سازنده دوستان نوازنده اینجا به حضرت هستن باید اونا چیز بشه دیگه همین دوستان هم خیلی جاها میتونن کمک میکنن راجب این مثلا من راجب مثلا حالا شدت صوت میخوام چیز کنم میبینید مثلا یه ابزار نیاز دارم یا یه پیشنهاد میکنم از این راه وارد شو راحت سریعتر به نتیجه میرسی یا مثلا یه دوستی میگه من انجام دادم نتیجهش اینه همم هم نگاه میکنم اینا بله خب درست اتفاق میفته آره ما چیز میکنیم یه سری تناسب ها سری تناسب ها چی بگم ولی به نظر من میتونیم بیایم دستبندی کنیم مثلا هر روز اختصاص بدیم به یه قسمت از ساز مثلا در مورد اون صحبت کنیم یا مثلا من پیشنهاد میکنم که میخوام راجع به این تحقیق بکنم یا پژوهش بکنم دوستان میگن که ما انجام دادیم شما یه چیز دیگه وقتتو بذار من یه توصیه دیگه دارم خب من خواهشم اینه که تو جلسه بعد داره که یه ذره مفصل‌تر و منسجم‌تر عمل بشه آقای برزی با قطعات بسیار تمام نشده یه شرح از کل سازسازی رو بدن یعنی حدود 45 دقیقه شما وقت دارید تا قطعاتتون هم بیارید فیلم هم میگیریم و بعد توی سایتی چیزی هم میذاریم هر جور که خودتون سلامت نیست روی یوتیوب میذاریم بله استفاده کنم خیلی هم عالیه که یعنی شما جزئیات رو بگید که اون بشه بیس کار ما برای بحث های بعدی باش. که حالا تخصصی روی چیزایی دیگه اون الان اینه که شما دارید میگید
وارد مجموعه نمیشیم. اجازه بدید با بحث ایشون مثلا وارد کلیات بحث بشیم تا انجام بشه. قبول کردید آقای برزی؟ من ساله بعد دفعه دوربین و اینا آماده می‌کنم که یه فیلم خوب ازتون بگیرم. حتما چیز. یعنی جلسه آینده ما شما عملا سخنران شما. 45 دقیقه کافیه؟ 45 دقیقه. آره فکر کنم زیاد میشه. یا زیادم سر در میاد. چرا؟ عرضم به خدمت شما. بله من امیر اسلامی هستم. ببینید یه مطلبی که وجود داره الان خیلی زحمت افتاده به ایشون و ایشون که میخوان انجام بدن. من میخوام بگم که حالا که تو این گروه هستیم و هر کسی میتونه یه مسئولیتی به عهده بگیره، یه مقدار کمک کنن به کل شرایط گروه. به هر حال الان اینطور که دارم میگم دو سه نفر میزبانن، بقیه میهمان. در صورت که این میهمان ها هم میتونن کمک کنن توی فضای مجازی میشه پیج بسازن. نه بحث جاش نیست، همین بساطه میتونیم سالی یه دفعه تو شمال مایه واقعا کلبه ای هست ولی تقریبا با صفا هم هست، چون میفرد پاداش هم به خودمون بدیم دیگه که خیلی باید بس همون تو صفا هم دو روزا بدیم زارت بالا خیلی چشکی داره. کارگاه اونجا هست، میتونیم بالا سر کارگاه خونه هم هست، زمین کشاورزی هم هست، بالاخره میتونیم هم دیگه رو دو سال یه دفعه یه سال یه دفعه اونجا بدیم. یعنی اینی که شما فرمودید خیلی خوبه، جبران میکنیم. یعنی حالا امروز آقای فریدون یک دو نفر دیگه زحمت کشیدن، درست سری بعدشون زحمت میکشن. بله فرمودین درسته، ولی باز هم به نظر که بخواد جمعیت بیشتری بشه، تبدیل بشه به یک مجموعه بوده و یک پشتوانه برای هممون باشه، نیازمند کار فرد فردی اکنون که از اینجا هستیم. من حالا مثلا چه میدونم دفعه دیگه میام پنج نفر رو مثلا بتونم بیارم، بتونم اضافه کنم به این جمع، هر کسی به هم. یعنی آقا اصراری هست به شلوغ شدنش؟ نه نه اتفاقا تعداد که زیاد بشه.